شنیدیم که در روایات زیادی است که صبر سه قسم: صبر بر طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت. یعنی اونجایی که عامل گناه آدم را سوق میده به طرف گناه، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی آدم را سوق میدن به طرف گناه، صبر در اونجا یعنی آدم خودش را مهار کنه، کنترل کنه، انجام نده، مقاومت کردن در مقابل هواهای نفسانی. در مقام انجام واجبات آدم دلش بخواد تنبلی کنه، تنبلی برای آدم از همه چیز مطلوب تره، یعنی به خوی حیوانیش بخورد و بخواد. برای انجام واجبات گاهی باید خیلی تلاش کرد، باید زحمت کشید، عرق ریخت، مالش، جانش رو گاهی آدم باید به خطر بیندازی. تکلیف واجبی، جهاد واجبی بود، جانش رو باید کف دست بگیرید. این با اون استراحت و عرض کنم تن پروری و راحت طلبی نمی‌سازید. خب برای این کار یه انگیزه قویی میخواد. در مصیبت هایی که پیش میاد آدم باز به تو طبق خوی حیوانش، وقتی خلاف میلش هست ناراحت میشه، اوقاتش تلخ میشه، عصبانی میشه، جزا و فزع میکنه، گاهی داد و فریاد میکنه، گاهی حتی به خدا اعتراض میکنه. خدای کس زورت به کس دیگه نرسید، مصیبت به ما دادی. هم چیزای گاهی از به شیطان به زبان آدم جاری میکنه. پس برای اینکه در مقام مصیبت هم بتونه این حالت جزا و فزع نداشته باشه و تحمل داشته باشه، اینا باز صبر میخواد، یه نوع مقاومت میخواد. پس صبر به طور کلی یعنی مقاومت کردن در مقابل هواهای نفسانی، در مقابل تنبلی و تناسایی، در مقابل مصیبت هایی که آدم سخت میگذره و رنجاور هست. همه اینا صبر است. این که حضرت می‌فرماید یکی از دعایم ایمان صبر است، تنها صبر بر مصیبت نیست، یعنی قدرت مقاومت در مقابل عوامل مزاحم، حالا هر جور حالی باشه. به هر حال مقاومت کردن در مقابل عواملی که آدم را به گناه، به مخالفت رضای خدا دعوت می کنند، این یک نیروی می خواد، یه عاملی می خواد که بتونه آدم در مقابل این عوامل مقاومت کنه. این عنوان کلیش صبر است.